بریتانیا روز سهشنبه با تبعیت از ایالات متحده همراه داشتن برخی وسایل الکترونیکی را به داخل کابین مسافران هواپیما در پرواز از چندین کشور خاور میانه و آفریقا ممنوع کرد بنا به مقررات جدید وسایل بزرگتر از تلفن همراه باید به قسمت بار سپرده شود جزئیات بیشتر در گزارش کاوه ادیب امروز سفر بدون وسایل الکترونیکی برای عدهای قابل تصور نیست مردم لپتاپ و آیفون را به دلایل بسیاری در ارتباط با کار و یا زندگی روزمره با خودشان همراه میبرند. اگر نتونن آن وقت چه میکنند؟ ولی تروریست ها از وسایل الکترونیکی برای انفجار استفاده کردند. آخرین آنها در پروازی از سومالی بود. دولت پرزیدنت ترامپ روز سهشنبه اقداماتی را برای جلوگیری از این گونه حملات تروریستی علیه آمریکا اعلام کرد. اطلاعاتی که ما داریم هاکیست تروریست ها به هدف قرار دادن هوانوردی تجاری ادامه می دهند و شدیدن شیوه های مبتکرانه را برای انجام این حملات از جمله قاچاق مواد مفجره در وسایل مردم پیگیری می کنند. روز سهشنبه دولت بریتانیا هم محدودیت های مشابهی را اعلام کرد. مسافران که همکنون با تدابیر امنیتی سخت فرودگاه روبرو هستند میگویند این اقدام غیر ضروری است. کمکی نمی کنه. تروریست ها میتونن کارهای دیگری بکنند. ولی کارشناسان امنیتی این را یک اقدام محتاطانه می ما میبینیم که اساسا با قرار دادن وسایل در قسمت بار هواپیما وسایل بزرگتر الکترونیکی را میشود منفجر کرد وسایل بزرگتر الکترونیکی را که میشود منفجر کرد از افراد جدا میکنیم دانیال گرستین کارشناس امنیتی شرکت رند به صدای آمریکا گفت تروریست های بلغوه از خطوط هوایی که وسایل الکترونیکی را ممنوع نمی‌کنند، کنند استفاده می کنند. این اقدامی است که می تواند به روند جدیدی تبدیل شود و یا با پیدا شدن روش های جدیدی که اجازه می دهد. مسافران به طور ام وسایلشان را با خود به همراه داشته باشند این ممنوعیت متوقف می شود. با ممنوعیت‌های احتمالا احتمالاً برخی پروازها به آمریکا و بریتانیا برای مسافرانی که میل دارند با لپتاپ و دیگر وسایل الکترونیکی وقت بگذرانند طولانی و خسته کننده می شود.